حالا یک سری از افرادی که دین ستیز و در واقع اسلام ستیز است میان بحث های جنگ های قریظه و موارد دیگر دامن میزنن، یا فراموش کردن که تمام جنگ های رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین از هر دو طرف 1018 نفر کشته شده است، در حالی که در جنگ هایی که در ممالک دیگه، جنگ اول جهانی، دوم جهانی، جهانی نمیفهم، جنگ های دیگه که چنگیز خان و غیره غیره خان برا انداخته، به هزارها نفر به خاک خون کشیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در جلسه حاضر در ارتباط با جنگ با قریظه پیرامون صحبت میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جمع از اصحابشان به قلعه های قریظه هجوم آوردن و آنها را تحت محاصره قرار دادن. بزرگ قبیله قریظه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواهد که ای محمد، بگذار که هم پیمان اونا در واقع از قبیله اوس حضرت سعد ابن معاذ بود، در ارتباط با ما حکمیت کنه، یعنی او در ارتباط با ما فیصله کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درست است، پس شما که حکمیت سعد ابن معاذ قبول دارین، بگذارین که سعد در ارتباط با شما حکم کنه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنبال سعد میفرسته. حضرت سعد در کنار مسجد، در حالی که گفتیم به سر پرتاب و اون تیر زخمی شده است و دعا میکرد که پروردگارا چشمان مرا خنک بگردان به ذلت قریظه. تا وقتی که قریظه را ذلت شدن نشانه ندیدیم، مرا از دنیا نبر، چون احساس میکرد که این تیر سبب شهادت او خواهد شد. بر صورت به سر اولاغ سعد ابن معاذ میارن و سعد ابن معاذ نگاهی میاندازه به خود بزرگان و کودکا و جوان و نوجوان قریظه. البته قبل از اینکه حضرت سعد تشریف بیاره، ابولبابا نیز اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، در جمینا تشریف میاره و از او درخواست میکنن که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کنه. ابولبابا میگه آیا از حضرت ابولبابا پرسان میکنه که محمد با ما چی کار خواهد کرد؟ او اشاره میکنه که یعنی همتانه گردنتانه خواهد زد، و این در واقع خیانت است که حضرت ابولبابا میگه که در حق الله و پیامبرش کردم. بر صورت باز میگرده زمان که ابولبابا از قلعه های قریظه بیرون میشه، میره خودش در ستون مسجد محکم بسته میکنه، چون متوجه میشه که من به الله و پیامبرش خیانت کردم و با اونا گفتم که رسول خدا شما را گردن خواهد زد، در حالی که به چنین چیز من الله پیامبرش دستور نداده بود، رسول خدا این هنوز اعلام نکرده بود. به هر صورت مدت را حتی من 50 روز در ستونهای مسجد بسته است، تا اینکه الله متعال آیات نازل میکنه، دستور مبارک توبه وجود داره که دلالت به پذیرفته شدن توبه حضرت ابولبابا است. بر صورت سعد ابن معاذ میارن، حضرت سعد قرار است که حکمیت کنه با امپایمان خود که قریظه است، در دوران جاهلیت اوس با قریظه امپایمان بود، و بعد میگه که دست حکم مایی است که مردان گردن بزنین و زنان و کودکان اینا در واقع بسارت گرفته شود و اموالشان بین شما تقسیم شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این حکم است که الله متعال، یعنی به اساس حکم الله متعال ای سعد تو حکم کرده ای. و حضرت سعد در واقع بعد از این واقعه به شهادت، در جای رفی شهادت میرسه. آل دوستان عزیز، در کتب خود یهودی ها این امر نوشته شده بود، مثلا در از صحاها 20 آیه 11 12 13 و 14 در ارتباط به این موضوع است. علی متعال، البته در کتب خود یهودی ها است، این که چقدر تحریف کردن و نکردن بس علایده است، ولی با چنین نوشته های اونا ایمان و باور داشتن که گویا در این آیات نوشته است چون شما به شهر هجوم آوردین، مردم اون شهر شما به صلح دعوت کنین، اگر صلح پذیرفتن تسلیم شدن، مالشان جانشان همه چیز در واقع در امانت است.
و در امن است. ولی اگر اونا سر برتافتن از صلح کردن، بعد مردانشان به قتل برسانین، فرزندان و کودکان و اموالشان و حیواناتشان بین شما تقسیم و از جمله غنایم است. این در کتاب خود یهودی ها بود. و همچنان امور نویسنده چیره دست که بوجود که مسلمان هم نیست، به نام آر وی سی بولدلی نوشته میکنه که محمد در دورانی که اساس و عصر حکومت خود یا دولت خود طرح‌ریزی کرد، تمام سپاه از او بیشتر از 2400 نفر نبود، در حالی که با جماعت و انبوی از مشرکین طرف بود. اگر از خود استادگی و اگر از خود پایداری نشان نمیداد و در برابر هر مکر و پیمان شکنی و در برابر هر خیانت آرام میگرفت و سکوت میکرد، و زودترین فرصت نظام دولتداریش از میان برداشته میشد. و گذشته از او این امر که سبب کشتار قریظه شد، تعداد از قریظه را به قتل رساند، سبب شد که وحشت در قلبهای قبایل دیگر که اونا آماده جنگ بودند و لشکر آماده میکردند به خاطر یورش بر مدینه منوره، اونا به پاشنه های خود بازگشتند. حتی منافقین بعد از این واقعه دانستند که نه، ما با کسی روبرو هستیم که به اساس یک دولت، به اساس یک نظام قانونمند در اینجا مطرح است. این در کل در تمام دولت هاست. حالا یک سری از افرادی که دین ستیز و در واقع اسلام ستیز است، میان بحث های جنگ های قریظه و موارد دیگر دامن میزنن، یا فراموش کردن که تمام جنگ های رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین از هر دو طرف 1018 نفر کشته شده است، در حالی که در جنگ هایی که در ممالک دیگه، جنگ اول جهانی، دوم جهانی، جهانی نمیفهم، جنگ های دیگه که چنگیز خان و غیره خان برای انداخته، به هزارها نفر به خاک خون کشیدن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر عطوفت و مهربانی و ترحم، در بره اول کوشش میکرد که این ذره را به حداقلش برسانه. از جانب دیگر گفته این نویسنده در واقع غیر مسلمان، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابر هر مکر و خیانت و نیرنگ از خود استادگی نشان نمیداد، به زودترین فرصت هر کس با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقض پیمان میکرد و به مدینه یورش میبرد، و مثلا پیامبر خدا اگر همشان مورد عفو قرار میداد، دیگر به نام اسلام دین و آیین امروز وجود نمی داشت. بر صورت دوستان عزیز، بعد از این واقعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که شما دیگر بر علی شما هیچ حزب نخواد شورید و بر علی شما قریش دیگه هیچ وقت جسارت نمیکنه که بجنگه، که الحق چنین میشه. بعد از غزوه احزاب دیگه مشرکین مکه، مثلا قریش، کدام جنگ دیگه بین اصحاب رسول خدا به جز زد خورده های انگوش شمار دیگه شکل نمیگیره. در مسیر را بزرگ قبیله یمامه که در نزدیکی مکه مکرمه این قبیله وجود داشت، توسط اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اسمش فمامه ابن اثال است، در واقع بزرگ قبیله بنی حنیفه است، دستگیر میشه و میارنش به ستون مسجد، میبندنش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکر و در واقع در خیانت این قبیله نیست، در جنگ های تعداد از اینونی شرکت داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که نگاه میکنه، میگه ما عندک یا ثمامه، نگاهش میکنه، یا ثمامه چطور هستی؟ این چی حالت داری؟ میگه ای محمد، اگه مرا بکشی، به قتل برسانی، تو یک کس را کشتی که مستحق بوده، و اگر مورد بخشش قرار بیتی، ای از لطف تو به دور نیست، هر چیزی که از مال میخوایی ما آماده هستم را بپردازم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سکوت میکنه و ترک میکنه محله. روز دوم عین سوال رسول خدا میکنه، عین پیشنهاد رو میکنه، در واقع عین پیشنهاد میکنه این کس که هنوز اسلام نیاورده است. در روز سوم، زمان که این پیشنهاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رهایش کنین، آزادش کنین که باز بگرده، و ثمامه را آزاد میکنن. این در قسمت از زمانی که از مدینه کمی دور میشه، استحمام میگیره، یعنی حمام میکنه، و در حال که قطرات آب از مویش نیچکه، به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه و میگه که من شهادت میدم نیستید معبود جز الله، و تو پیامبر و فرستادیش هستی. ای محمد، منفورترین چهره قبل از امروز تو بودی، ولی بعد از امروز محبوبترین چهره تو است.
بدترین دین دینی بود که تو با خود آورده بودی، ولی محبوب ترین دین امروز او دینی است که تو با خود داوردی. و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من قصد عمره داشتم و که مرا در واقع به بند کشیدین، و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که من قصد عمره داشتم و آیا من عمره قضا به جا بیارم؟ رسول خدا میگه بله عمره قضا به جا بیار. و دوباره به مکه باز میگرده و بزرگان قریش زمانی که نگاه مندازن و ثمامه میگه آیا بیدون شدی؟ ما خبر شدیم که بیدین شدی. میگه نه و والله سوگند که بیدین نشدیم، ما دینی را که راستین است و سبب هدایت است محمد با خودش آورده، به دستان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ایمان آوردیم و با والله سوگند که از امروز به بعد یک مشت از آردام به مکه نخواهد آمد از قبیله بنی حنیفه. و باز میگرده به یمامه و تایی که قریش در مضیقه و تنگنا قرار میگیره نامه نوشته میکنه و پیامبر خدا که اینا آرد غلات بند کردن، رسول خدا نامه دیگه نوشته میکنه به ثمامه و او را دستور میده که کمافی سابق به مکی مکرمه غلات و آرد بفرسته. برسیدی همو کریم بودن و سخی بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انشان میده. دوستان عزیز این بحث در اینجا تمام میشه، در جلسه بعد ارتباط به غزوه بنی مصطلق و داستان افک یا تهمت بر عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برمی صحبت میکنیم. السلام علیکم.